در پی ناامنی قضایی در باریکه غزه که در حال وخیم‌تر شدن است، سازمان‌های حقوق بشری خواستار اعلام رسمی قحطی در غزه شدند. به گزارشی که همکارم در رابطه با بیانیه 70 سازمان حقوق بشری در مورد وضعیت اسفبار غزه تهیه نموده توجه فرمایید. 70 سازمان حقوق بشر در بیانیه‌ای مشترک از تمامی مقام‌های رسمی ذی‌ربط و سازمان‌های ذی‌صلاح بین‌المللی خواستند به صورت رسمی در نوار غزه اعلام قحطی کنند. 70 سازمان حقوق بشری در بیانیه‌ای مشترک از تمامی مراجع رسمی ذی‌ربط و سازمان‌های ذی‌صلاح بین‌المللی و سازمان ملل متحد خواستند تا با توجه به گسترش سریع قحطی، نرخ سوء تغذیه شدید و گسترش وسعت آن از نظر جغرافیایی در بین همه گروه‌ها به ویژه در میان کودکان به صورت رسمی در نوار غزه اعلام قحطی کنند. سازمان‌هایی که این بیانیه را امضا کردند از جمله دیدبان حقوق بشر اروپا مدیترانه تأکید کردند سطح ناامنی غذایی در سراسر نوار غزه در نتیجه اصرار اسرائیل به استفاده از گرسنگی به عنوان سلاح جنگی به منظور نسل کشی علیه فلسطینیان در نوار غزه به طور پیوسته در حال تشدید است. این سازمان ها تأکید کردند که همزمان با حمله زمینی ارتش اسرائیل به رفح واقع در جنوب نوار غزه از تاریخ 7 می جاری و ممانعت از ورود کامیون های حامل کمک های انسان دوستانه از طریق گذرگاه رفح وضعیت امنیت غذایی ساکنان غزه به شکل خطرناکی رو به وخامت گذاشته است. این در حالی است که هزاران کامیون از هفته ها قبل پشت گذرگاه رفح معطل مانده اند و به خاطر تصمیم اسرائیل مبنی بر گرسنه نگه داشتن ساکنان غزه و بستن گذرگاه ها و ممانعت از ورود کمک ها اجازه دسترسی ساکنان غزه به این محموله ها داده نمی شود. سازمان های حقوقی امضا کننده این بیانیه تأکید کردند که اسرائیل باید هرچه سریعتر ملزم به اجرای تدابیر و اقدامات اعلام شده از سوی دیوان بین المللی دادگستری لاهه مبنی بر لزوم بازماندن گذرگاه رفح در برابر تأمین خدمات اساسی و کمک های بشر دوستانه مورد نیاز شود تا جلوی وقوع جنایت نسل کشی علیه شهروندان فلسطینی گرفته شود. گفتنی است که بر اساس تصمیم دادگاه لاهه، اسرائیل ظرف 1 ماه گزارشی از اقداماتی که برای اجرای دستورات دادگاه لاهه باید انجام دهد، لازم است که به دادگاه ارائه کند. بر اساس گزارش‌های دریافتی برخی از فلسطینی‌ها، تنها با 3% از حداقل استفاده بین‌المللی استاندارد و شناخته شده برای مصرف روزانه آب زنده می‌مانند. فقدان آب تمیز و امکانات بهداشتی به طور قابل توجهی سبب بروز بیماری‌های خطرناک در بین کودکان زیر 5 سال در نوار غزه شده است.